آقای سپهری یه لحظه تشریف بیارید اینجا. از نظر اخلاقی، رفتاری، کرداری، هر جوری که حسابشو بکنی نمره یکی. یعنی چجوری بگم، بهترین کارمند من تویی. شاخ سیبیل تو داره میچرخه این دفتر، این هفته نامه. سرآمد همه کارمندامی. خب منم پیش خودم نمیذارم دیگه. منم میدونم چی کار بکنم. به موقعش جبران این فعالیتای تو رو میکنم. مقالات جذابیتش همه چیزه. منم پیش خودم نمیذارم. حقوقت به طور قد میبرم بالا به همین زودیا. تویی؟ چرا حرف نمیزنی مرد حسابی؟ به کدام فریده؟ ما رو باش. آقا یعنی کارم به اینجا کشیده؟ یعنی شما ما رو با آقا فرید اشتباه میگیری؟ بله بله آقا. چی شده مثلا؟ من در خدمتم فرید جان. میگم این خبره از اون خبرهای درجه یک ها. نه آقا حرف نداره، میشه یه گزارش حسابی قشنگ در موردش تهیه کرد با عکس و تفصیلات. بله ببخشید میتونم یه لحظه نگاه کنم؟ آره ببین چی کار میتونی بکنی. بیا آقا همشون بفرما. بیا بیا نارم بخون. بیا دارم میخونم. ما هم داریم میخونم. ما که غزل نمیخونم که. فرید جان لطفاً بعد از مطالعه جهت اطلاعات تکمیلی در اختیار آبدارخانه قرار گیرد. شاید خان شما بفرمایید تو آبدارخونه میارن خدمتتون. بفرمایید خواهش بکنم. با من خودم داشتم میرفتم، با من کلی کار و بدبختی دارم. میگم میارن خدمتتون دیگه. چی گریه میکنی؟ میگم من چرا زود رنج شده ها؟ نمیدونم هم چرا. بله عجب خبر جالبیه. چه زود رنجیه منوچه؟ نه آقا این خبری که اینجا نوشته شده خوب خبری آقا، خوب. خب منم همین فکر کردم دیگه. میشه ازش یه گزارش مبسوط و اجتماعی خوب تهیه کرد. برو ببینم چه میکنی. ریش و قیچی دست خودت. برو جان. چشم آقا چشم. برو فرید جان. چشم اومدم آقا. داشته ببینم چه میکنی. بچه ها تو میتونین عکس تهیه کنین و گزارش مصاحبه هم بکنین با این جوان ها، ببینیم آقا علت این همه عمل جراحی دماغ چیه، واسه چی عمل جراحی میکنن آخه. باش میگم ناقل نکنه خودتم، میخوای دماغ تو عمل کنی دنبال دکتر خوب میگردی. باقلا من دماغم هم خیلی خوبه. میشه نیمرخشی؟ میشه نیمرخشی ببینم پر نیمرخشوی داره؟ آره چون ما یه نیمرخ شو ببینیم. بچه ها نیمرخ یا تمامرخ هیچ فرق نمی کنه، برید به کارتون برسید، خیلی کار داریم. مسخره بازی در آورد. ببینم با فرید جون با دکتر هم حرف بزنیم. آره عزیزم آره. ببین هم با متخصصای گوش و حلق و بینی، هم با متخصصای جراحی پلاستیک که نظراتشون رو لا به لا توی هفته نامه‌مون بیاریم مصاحبه‌هاشون رو. فهمیدید یا نه؟ حتما این کارو بکنید. خیلی خوب باشه. می‌خوای چیز کنیم یه قیمت هم بگیریم؟ یه مزنه عمل بینی دستت بیاد. دستمون بیاد خوبه. بعد ببینم استخاره. نه برای تو حالا فکر کن دماغ خود خیلی فینگلیه. دماغ من به صورتم نشسته. آها مال من راه رفته رو دماغم. مارتو خیلی دماغ زایست داره. این آرتیست هندی هست. Thank you.
خوش عدسه کن پوشه عدسه هم نمیاد ما اینجا عدسه منم حقوق میگیری که با عدسه من کار داشته باشی؟ پس این داشتید چون گیر خیفه من گرد و خاک رفته تو دماغم آه زمان به تخته همچین گرد و خاک رسید آره رفتن گزارش تهیه کنن گفتم تعطوی همه چی رو در بیارن آره ناهید به نظر تو دماغ من ایرادی داره؟ نه بابا این حرفا چیه؟ ما تو خانوادمون حتی یک موردم دماغ معیوب دیده نشده نه بابا مثلا ژنمون اینطوریه اگر دماغ بزرگه خب به کل صورت میاد اگه دماغ کوچولوه خب به لب و دماغ میاد دیگه به لب و صورت میاد دیگه کلن کامل میکنه شکر خدا شکر خدا ما انسانهای کاملا متناسبی هستیم آره خوب شد باهات حرف زدم داشتم خیالاتی میشدم آره همینو بگو یه لحظه اجازه بدید خانم بابایی من الان درگیر این فکسم شما بفرمایید سر کارتون من بهتون خبر میکنم بابا عجیبه من چه بالاخره نوبت چایی ما هم رسید نه با ما هرچی سر کردیم خبری دستمون نرسید بابا آقا من چه خبری نبود که قربون شکل ماهیت برم من یه فکس در مورد جراحی پلاستیک بفرما بیا بخون پلاستیک جراحی میشه واسه چی پلاستیک جراحی نمیشه آقا منو چه جراحی پلاستیک یعنی جراحی زیبایی زیبایی مثلا جراحی دماغ و پلک و موژه و اینجور صحبت ها اون چه ربطی داره به هفته نامه خب عزیزم من یه تحقیقه میخوایم یه تحقیق بکنیم ببینیم آقا مردم واسه چی میرن دماغشون عمل میکنن این همه پول میدن که دماغ عمل کنن واسه چی؟ چرا؟ لابد لازم دارن ببینید من لازم ندارم نگاه همه چیم سر جاشه الحمدلله از هر چی شانس نبردیم از این یکی شانس آوردیم نگاه همه چیمون درسته ببینم دلم به حال اون پدر مادر تو هم میسوزا که شبا میومدن روی تو رخت خواب بکشن واقعا آدم از تو روز میترسه چه برسه شما چی؟ خواب سایده برو بیرون آقا منو چه؟ برو بیرون فقط مونده تو دماغ من رو مسخره کنی برو بیرون ببخش فرید بله خاله چیه؟ چرا چشاتو اونجوری کرده بودی؟ چشامو چجوری کرده بودم خاله چشامو چجوری کرده بودم؟ چرا اینجوری حرف تو دهن آدم میذاری؟ داشتم دنبال یه قانون فیزیکی میگشتم که میگه که هر خطی در راستای یک خط مستقیم قرار داره یا قرار گرفته یه همچین چیزایی آها قانون فرضیه نسبیت انیشتن این مساوی اون طرف تساوی آره داشتم دنبال اسمش میگشتم یادم رفته خب بود خب چرا از من نپرسیدی؟ حالا بعدن میپرسم چی میخوای خاله؟ خب اومدم همینو بگم دیگه نه نه اومدم اینو بگم که چیز اومدم بگم که یادم رفت حالم نکن الان میگم چیز ایست مهمی بود آها ببین ناهید زنگ زد خب بعد گفتش که میخواد کوکو سبزی درست کنه و گفتش که توی کوکو سبزی تو دوست داری گردو باشه یا نباشه خاله این چیزهای خصوصی رو صد دفعه گفتم یواش بپرس میشنون مسخرمون میکنن کوکو چه ربطی به هفته‌نامه فرهنگی هنری داره آخه این چه حرفی تو داری میزنی شکستگی نور در آینه مهذب نسبت به آینه مقعر خانم دلیخون خیلی فرق می‌کنه اینو حتما یادداشت کنید که فراموش نشه این قضیه خیلی قضیه مهم و حیاتیه شاید که سرد شد مرد حسابی جون آدم میگیره میخواد دوتا کلام حرف بزنه چی؟ میخواد از خالش سوال کنه من گردو بریزم تو کوسه سبزی یا نه خالم میخواد از من سوال کنه نه من حالا هرچی بگو بریزه حالا که اینجوریه بریزه آقای صاحبونه بله بفرمایید بفرمایید مهمونه میخوان چرا نمیخوان خوش اومدین کابوسی بچه ها اومدن بودو
فرید کوپس. فرید داره روی گزارش سلامتی یا زیبایی کار میکنه. کشت ما رو با این گزارش. ای بابا بگو یه دقیقه ول کنه بیاد اینجا بخوره بعد بره. این هم چه وقت گزارش بود. چه بویی هم راه افتاده تو ساختمون. نه اونا گفت تانتان بریم سکه بیاد دیگه. خیلی خوب باشه. مامان میگم فرید امروز به من گفت دماغ من خرج داره. یعنی چی خرج داره؟ یعنی ایراد داره. با؟ آره. دماغ تو؟ خب اگه دماغ تو خرج داره دماغ اون که ما رو ورشکست میکنه که هممون فکر میکنی؟ ناهی مگه تو نگفتی تو خانوادمون همه تناسب داریم ماها؟ من گفتم که ما همه چیمون به همه چیمون میاد الان هم میگم. آها یعنی متناسب نیستیم پس. چرا دیگه، یعنی همین، اگه دماغ فریدم کج و کله است به خاطر اینه که وقتی بچه بوده یه بلایی سرش اومده. یعنی اصلا این به خونواده پدرش رفته، تو خونواده ما که همچین چیزی رسم نبوده. مامان جون، مامان جون فرید بهتون سلام کرد. علیک سلام. به به عجب قضا و بو برنگی میاد، بو برنگی میاد. فرید حرف نزن ببینم چی داشت میگفت. ناهی دماغ فرید یعنی به کدوم یکی از خانواده؟ پس چرا آقای کابوسی نمیان مامان؟ الان میاد. کابوسی بیا دیگه بابا، بچه ها اومدن. از بین چهار تا صندوق دنبال یه کتاب پاره شعر میگرده مال 10000 سال پیش. عطلش. بابا. بابا. سلام. خوش اومدید. صفاو ببینید. حتما داشتید پشت سر ما غیبت می‌کردید. نه. داشتیم راجع به دماغ فرید. و دماغ من. دماغ من. و لابد دماغ من دیگه. صحبت می‌کردیم. خب ببینم. این قضیه گزارش شما چیه که اینقدر شماها رو به هول و ولا انداخته؟ مامان جون، بابا دیگه آقای کاووسی و فرید و نسرین دلشون نمیخواد که مسائل کارم بیارن خونه، ول کنی. چه بوی کوکویی. به به. بالاخره این کتاب رو از میون هزار تا تاشغال پیدا کردم. این مجموعه شعر رو من در دوران نوجوانی هزار سال پیش شد. بله زمان بودکی. اون موقع گفتم و عرض کنم که به این مضمون که عجب قافله عمر عجب میگذره با مضمونش اینه، نه مضمونش اینه که جوانی کجایی که یادت بخیر. به به به. ولی آقا اولا این شعر مال یه شاعر معروف بود. استثناءا نه، این یکی مال خودم نیست، ولی شعر واسه بخونم فرید جان. نفهمی اصلا، نفهمی فرقشو بین این که من گفتم یا حافظ، نفهمی. ماما میزه بچینم؟ نه نمیخواد میزه بچینی، حالا زوده. ببینم وقتی که فرید به تو گفت خرج داره، من لحنش چجوری بود؟ توهین‌آمیز بود؟ تحقیرآمیز بود یا شک برانگیز؟ راستشو بگو. مامان جون فقط طنز برانگیز بود همین. بابا تو رو خدا ول کنین دیگه، شوخی کرد. شوخی؟ نه تو هر شوخی یه موضوع جدی. خب بله. ببین کاووسی تو 17 سالگی چی گفته راجبش؟ به به. چه شعری گفته؟ به 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 به. اینطوری شروع میشه که از کنم بح که بح. نمیدونم چی نمیدونم چی کابوسی، بعد میگه نمیدونم چی نمیدونم چی کی اومد، بعد باز میگه نمیدونم چی نمیدونم چی فلان، بالاخره میشه کیومرسم آخرش. به به آب ریخته روش. چرا اینجوری که من بلدم باقیشو بخونم؟ باقیشو بلدم. میگه کاووسیم کاووسی. میگم خالتم که طبع شعر داره به ما نگفت. بله این طبع شعری دارم. خب حالا من یکی از میخوای که شعرام بخونم که؟ بله آقا. خب اینم دوران نوجوانی گفتم، ولی باور میکنی خودم یادم نمیام؟ نه آقا گفتم اینو. آره باقلوا دیگه. باقلوا واقعا میگه که من کیم؟ من کیم واسطه عشق به صحرای جنون؟ وای وای. ورنه پندار مبادا که شود هستم بخنده بگنون. واسطه در ره عشقم نکنی باده برو. به 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 به. واسطه در ره عشقم نکنی باده فروش، ورنه پندار مبادا که شبیه حسنتون باشه. به 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 به. خوب شعریه، شما نمیدونید. فکر سر به صحران همو. اجازه بدید خواهش بکنم. اجازه تبشه به صحران همو
باده دل را مفروش. مفروش به به سرسران همه باده دل را مفروش که مبادا حضرتان به 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 واقعا تبش. من کیم؟ من کیم؟ من کیم؟ نه به دوای حفلوت هم مکنید. به به من کیم؟ من به دوای حفلوت هم مکنید. واسطه بیروخ دل هم جبباز هم حسام همونی بر خوب شدیه. فکر کنید بهش از دل خیش خبر ناری یعنی نداری از این شاعر نداری از دل خیش خبر ناری. خوب آقای ماهوسی شعر خون برامون خوب کن فردم به نام عشق شانگاه شهر بده بندم پیش کیومرفم خاله هم یک جوری نگاه میکرد نه غفره جیمه شوهر من شاعره بابایی ببینم خاله چرا انقدر من گوشه کنایی میزنه؟ فرید مامانم که به تو گوشه کنایه ای نزد. من که به تو یه بار گفتم مامان من روی من حساسیت داره. روی تو یا روی دماغ تو؟ ببینم اصلا خاله رو تو حساسیت داره باید گوشه کنایش رو به من بزنه؟ آخه میدونی چیه فرید؟ من امروز به مامانم گفتم که تو به من گفتی دماغ من خرج داره. خب اینو زودتر میگفتی. من دو ساعته اونجا دارم اینجوری نگات میکنم اینجوری نگات میکنم موضوع از چه قراره. خب اینو میگفتی دیگه. یواش یواش دیگه حرفشون اصلا الان نسرین میاد ناراحت میشه. ببین من طبق اون گزارشی همچین حرفی به شما زدم ولی تو داری یه کاری میکنی که من در این عصر ارتباطات حرف عادی من نتونم به تو بزنم. الهام خانم فری نیم رخ شو بگو الان خانم بگو من دیگه سر شدم دیگه هرچی دوست داری هرچی میخواهد دل تنگیات به این دماغ ما بگو. نه بابا فرید من یه چیزی نمیخواستم بگم بگو. من فقط میخواستم ببینم به کدوم یکی از فامیلای بابات رفتی. اینم از فرمایشات خاله ناهیده دیگه. نه ای بابا گفتم که حساس روی من همین چون تو به من گفتی که دماغ و پماغ من ایراد داره اونم به تو گفتی دماغ و پماغت همین. الهام یادت باشه من دیگه در مورد گزارش که دارم می‌نویسم در مورد باغ وحش گزارش ننویسم چون دامنش تا خونه ما میرسه اون وقت دیگه خیلی بد میشه واسمون از باغ وحش که بخوام گزارش بنویسم. بابا اصلا ولش کن بابا جو همینی هستیم که هستیم دیگه چه کار کنی؟ یعنی چی کار کنی؟ نسرین جون چه خوب شد زود اومدی بیا. آره خوب شد خاله اومدی خوب داشت دماغ من میرفت زیر تیغ عمل جراحی. ای وای اینجا هم حرف دماغ. بابا اونجا که بودم ناهید آقای کاوسی هم داشتن راجع به دماغ حرف. من اگه میدونستم دماغ من به این شدت میفته توی دهنا حتما بیمش میکردم که یه وقت خدای نکرده دوز ندوزدتش. ای فرید دماغ تو که نه شده نقطه مزه دماغ من نه دماغ ناهید. آخه آقای کاووسی داشت به ناهید میگفتش که دماغت خرج داره بعد ناهید هم گفتش اگه دماغ من خرج داره دماغ شما چند برابرش خرج داره یعنی آقای کاووسی. خوشم اومد خوب آقای کاووسی خوب اینجا هست که میگه که یکی را که در بند بینی مخند. فرید حالا لازم نیست هرچی امثال و حکم بلدی همین امروز بگی بس کن. ببینم حالا اوقات تلخی شد؟ تلخی شد که نمیدونم ولی اوقات شیرینی هم نبود. دماغ ببین چی ها میکند. به 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 خوشم اومد. حالا چه کار کنی؟ این اصلا همش تقصیر این گزارش تهیه کردن توه. بابا موضوع قحط بود میرفتی سراغ یه موضوع دیگه. الهام خانم من خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنم که مرا دیوار کوتاهی قرار داد برای سکوی پرش خانواده شما که هرچی کاسه کوزه اضافی زیر پاتونه بر سر این دیوار کوتاه بزنید. شتلق. بله فرید داشته باشید. فرید چه؟ درسته که دماغت کج و کل است اما خب خیلی بانمکی واقعا آدم از خنده روده بر میکنی. آره راست دیگه واقعا خنده داری. باشه خیلی ممنون از این که به دماغ من خندید و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. من بعد به دماغ من نگاه کنید و بخندید هر هر یادتون باشه. خیلی خب حالا بقیه گزارش دماغ داشته باشید خاله و الهام خانم داشته باشید.
عجیب. آخه میدونی چی شد؟ آقای کاووسی هم این جمله رو گفت و رفت تو اتاق. راست مرد چقدر شبیه همن نه؟ زنام خیلی شبیه همن. خاله تو فکر میکنی الان مامان کجاست؟ تو حیات خلوت. ماما با زحمت های ما. با زحمت های ما. خواهش میکنم. چه زحمتی؟ فقط حیف که حرف دماغ به میون اومد و کاسه کوزه شام به هم ریخت. ماما من از فرید پرسیدم، واقعا به این که من باید دماغم عمل کنم معتقد نیست. اما برعکس کاووسی عمیقا به این که من باید دماغم عمل کنم معتقده. تازه راجب این پلکم و با این چینای پیشونیم هم یه حرفای زد که منم بهش چپ چپ نگاه کردم یه رو بلکه ارو بره. حالا از رو رفت؟ نه اون که ارو نره، ولی چشای من خسته شد آب افتاد. مامان جون آخه این چه حرفیه؟ خب هرکی یه شکلیه دیگه. خب میدونم، منم اینو میدونم، ولی وقتی یه کسی مثل کاووسی که خودش اینقدر دماغ داره راجب دماغ من نظر میده، خب به من بر میخوره دیگه، دلم میسوزه. بله راست میگم، دلش میسوزه. خوشحال آقای کاووسی شوخی کرد. خب بی خود کرد، شوخی کرد. من با شوخی دارم. تازه تو هر شوخی جدی هست. بله همیشه جدی. بله این چیز جدی هست. حالا نگاه کن من تو چه حچلی انداخت این مرد. نگاه اگه چی بود آخه. بابا ناهید خب یه حرفی زده ولش کن. آقای کاووسی از صبح تا شب تو دفترم حرف میزنه، ولی هیچ کس محل نمیذاره به حرفاش. که شما دوتا نمیخواییم بریم بگیریم بخوابین؟ دیر وقته ها. شب بخیر. چش بیا بریم. ببخش. شب بخیر. دیدی خوب بهش گفتم ها، اینجوری بهش گفتم که بی خودی کاووسی رو اینقدر واسه خودش گنده نکنه. که هرچی گفت ناراحت نشه، بی خودی گناه داره. خب نه بابا بیا حالا بریم دیگه. بیا بله بیا یه دقیقه اگه وقت داری بریم بگیم به فرید چیکار کردیم دیگه، عکس و فلان گزارش. بله خواهش میکنم. بله رامین. بله رامین همینجوری الکی نگو. بله بله بگو با اجازه بزرگتر. بله با اجازه بزرگتر. بله چیزه نه ببخشی من منظوری نداشتم. نه منظورم بود که ما قصد بدی نداشتیم. بله خواهش میکنم. بله هر وقت خواستیم میتونید تماس بگیرید. بله ما در خدمت تو هستیم. قربان شما. با اجازه. من دارم با مردم عبیده من میگی بگو بابا زشته دیگه. از هواداراتون بوده. بله میگفت که اون شهر حالایی که نوشتی شبیه شهر حال زندگی منه. بعد کانون گرم خانوادهش تبدیل شده به کانون سرد خانوادهش. با هم دعواشون شده. بازم سر دماغ. آره دیگه آفرین. با فکر که سر چی؟ میگفتش که ماجرا اون دختره بودش که تا دماغش عمل کرد ازدواج کرد. گفت خب. منم بزنم به تخته. کانون بعضی از این خانواده ها اینقدر تنور و داغه که با نوشتن دو خط گزارش توی هفته نامه سر دماغ یکی دیگه یا تبدیل میشه به قطب شمال. یخ میزنه یا دیگه ندی من با تلفن حرف میزنم. من که اینگه فرید جونو من یه نگاه به این عکسو بنداز ببین چی کار کردن. ببینو بگو دست مریضا چاکرتین. خوب نیست؟ ده بگو دیگه بابا یک کلمه حرف بزن بگو. با منی؟ با شما آقا منوشه. کی؟ کجا؟ چه وقت؟ تا حالا شده که من سر صحبت رو با شما باز بکنم که این دفعه دومم باشه؟ متاسفم که شاعر فرمونده جواب ابلهان خاموشی است. والله یه جواب دندون شکم بهت میدادم که کیف کنی. داشتیم. گفتی؟ من گفتم داشتیم. بعدش چیزی نگفتم، فقط گفتم داشتیم.
اگر بگم اون آقای که بس دیگه آقا منو چه بابا دارم تمرکز میکنم این دماغا رو ببینم دیگه تو همه این نمیذاری جون من شما چرا ورود ممنوع میری قاضی رو فقط ما رو ببینی آقا شروع کردن بابا حالا هر کی شروع کرد آقا منو چه همدیگر ببوسین آشتی کنین تموم شه نه بابا بند اصلا نمیشه دفعه آخرت باشه میگی من روی آقا منو چه رو ببوسم آه اینجوری نمیگفتم که نمیدم که بچه واقعا این همه آدم دماغشون رو عمل کردن آره فرید با همه شون هم مصاحبه که مصاحبهش هم خیلی خوب شده نه؟ دکترها خیلی جالب بودن دکترها تا نگاهشون به تو میافتاد اصلا کاری نداشتن که تو چی کاره ای برای چی اومدی میگفتن که آقا جون صورتت هزار جور ایراد داره همش باید عمل بشه تو هم فکر میکردی که هیچ جای سالمی توی صورتت نیست دماغت نیاز به عمل داره فک بالا فک پایین چشم ابرو البته بگو فقط به تو گفت دیگه به من که نگو به من گفت تو عیزه صورت عمل کردی گفتم کدومو گفت همه چی سر جایه فکر من همه چی عمل کردم اینقدر تیپم باحاله نگو نه اینجوری نه رامی جون راست میگه به رامینو که دیدن گفتن که رامینو که دیدن گفتن که رامی جون تو اصلا با 50 60 میلیون هم صورت درست نمیشه حالا کار داره چرا اینجوری میکنی پسر پاک از دست رفت خواهر ولی بزن به تخته بزن به تخته چش نخوری موقع اون آب میشه اون بینی آب میشه الو الو الهام جان سلام مامان حالت چطوره خوبی؟ ببین مامان امروز میتونی بیای بریم یه سر دیدن وجیهه ها؟ خب اگه میای پس به نسرین هم بگیم یه خویی بریم قال قضیهش کنده شه دیگه همین امروز آخه شهلا زنگ زد با هم صحبت کرد خیلی هم چیزی لفظ گله کرد آره دیگه که چرا رفتین و اینا حالا ببین اگه میای خلاصه تو با نسرین قرار بذار بیان اونجا یه روبم بیشتر وقت ملاقات نیست دیگه میگه که انحراف بینی عمل کرده آره بس بیا اونجا هم دیگر میبینیم دیگه بس بیم زنگ زنیم که خبر میزنیم باش خدا سلام ما هم خدمت همشیره برسونید ولی عرض کردم سلام ما هم خدمت همشیره برسونید سفارش ما هم یه جوری بفرمایید آخه نمیدونم چرا اشغاله حالا اون اونا دارن از این طرف میگیرن آقای کابوسی قربون شکل ماهیتون برم این مشکل ما رو حل کنید دیگه بابا صبر داشته باش بچه جون صبر کنی خوبه چقدر بابا خاندلی خون بله شما پارسال که دندوناتو دادی واسه سیم پیچی از ارتودنسی ها چه میدونم حالا ارتودنسی هرچی چقدر واسه در اومد آقای خانومه دلی خون خوب فکر کنم جوابش خیلی باید درست باشه مردم همه منتظرن بچهش چیزه یعنی نمیدونم آخه چیز بود قسپندی بود یعنی ناهید میدونه شاید فریدم بدونه میخوایست آقای سپهری ای بابا خانم آقای سپهری وزد نکشیم بابا میرن اینگه هر بین کلا دامت بره بله خاله خاله چیزه الو چی شده خاله سلام بله چی؟ من خودم رسوندم تا چند لحظه دیگه خودم میرسونم سمت شد آقا آقا اتفاقی افتاده آقای کاوسی اینا داشتن خبر جمع آوری میکردن یه آدم لوس نونور مثل این که میگیره به جای جواب دادن به سوالاتشون کله این بیچاره ها رو به هم کوبیده اگه شهید نامن آقا چیزی نیست اسم مشخصات آدرس منطقه کلادرجی گذاشت دو دقیقه کشیدم ایشون اینجا نه منو چه ولش کن قاطی نکن تو ولش کن چی ولش نکن که بخوام دماغشون رو جراحی بکنن مدرک پدرک چی باید ببرم نمیدونم آقا میخواید منم باتون بیام نه آقا اینجا تنهاست
باید اینجا باشی. ای بابا ما که آدم نیستیم که، مثلا نفر نیستم. چه بچه حرفی میزنید داری آقا منوچهر؟ آی کابوسی بله تو رو خدا هر خبری شد منم در جریان بذارید. آقا من اگه تا دو ساعت دیگه پیدام نشد شماها با من تماس بگیرید. بله چی داشتم میگفتم؟ تا دو ساعت دیگه تماس بگیرید. همرامه تو رو خدا برید آقای کابوسی. همرام زنگی به ناهید جون بابا بزنم. نگو دل بابا شون میکنی. نه همین چوری زنگ بزنم. ول کن دارو خدا. ای بابا بهت بگم اگه نتونی خوب از لکه نگهداری کنی محمد مهری رو میارم میذارم. قشق قیمت رو بلدی بخونی یا نه؟ چند سالته؟ خب کلاس سومی؟ خب رد شدی؟ آفرین آفرین بابا. چیه؟ چه سرمقاله اینه زده؟ سلام آقا کابوسی. سلام. اینا چرا اینجوری شدن؟ تو دیگه اصلا حرف نزن که حوصله ندارم. کلی خرجمون شده تا اینا رو از دست شاکی خصوصی خلاص کردی. بعد چرا بیفتیم؟ میگم چقدر خوب شد کارمون به جراحی پلاستیک نکشیدن. بله بیچاره میشد. خدا رحم. شاکی خصوصی کیه؟ حرف نزن دیگه. تو پر جریان داره پلیسی میشه. وایسا اینجا قشنگ مراقبت کن. خب چیزی نخوری یا نخوری یا آفری. عجیبا بابا جون من نمیدونم قیتنو بخوری چطوری شما عجب بدبختی این همه میگی زبلم فلانم علم بلم چطور میزدیم بابا شیشگم یه رو؟ نه نگاه کن بیا اوخ بابا خیلی بد زدی آقا منوچهر خیلی بد زدی. نه چرا این خراب کردیم؟ باید میزدن دیگه تو شیشگم جو گاره داریم کیه بس بس خب دفعه بعد میزنم. دو ساعت تمام با یارو با اون قشنگی حرف زدیم کله اونو گرفت کوبید به هم. وای وای که میخواستیم باش باید حرف زدیم حتما خفمون میکرد دیگه. چی میگه؟ آی دباقم آقای کابوسی من فکر میکنم این دوتا به اتفاق آقا منوچهر برن استراحت کنن. دکتر گفته نباید دراز بکشن حتی شبم باید نشسته بخوابن. نه بابا این آقا کل مغزی شدن حتما. چی؟ کل مغزی بابا جون. چی میگن؟ نه دکتر بابا گفتش که کلمون اینجا نگیری پایین. آی خب میخوایی تو دکه من کار کنی تا؟ فری جان جانم میگم بپر جنگی دو تا عکس از اینا بگیر به درد بخوره. بله آقا چشم. شما هم دیگه حرف نزن. بله آقای کابوسی عکس برای چی آخه؟ بره بگیره به درد بخوره عزیز من. شما بپر برو رو میز من. گوش بده فری. بله آقا بپر رو میز من برو ببین چند تا نامه اعتراض آمیز و تهدید آمیز برای ما اونا رو میارم آقا. ببین منو پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی، دکترای نمیدونم ترمیمی زیبایی، دکترای نمیدونم اینایی که همه جراحی زیبایی کردن همشون، انجمن اولیا و مربیان، انجمن همه انجمنا، هر چی انجمن تو این شهر بوده علیه ما وردشته چیکار کرده؟ اعتراض کرده، شاکی شدن از دست ما. آقا ببین به نظر من میدونیم باید چیکار کنیم. ما همگی باید بشیم دور هم فکر کنیم من بعد هر چی داریم بیاریم رو کاغذ. بابا جونم ما دیگه شاکی غریبه نداریم که، همه از خودی هستیم. بعد اون وقت من انقدر واسه تو خاطره دارم که نگو. میگه آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم. بله خب بابا میگه بابا من چی فکرت خوب کار میکنه. نه راست جناب عالی خودتون خود در آشی کردی؟ بها ازت شکایت میکنم ها. اوه میپوزیم میگنم تو ملاجشو منوچ. منوچ نمیزنی تو ملاجشو آقا منوچهر؟ میخوای بزنم بیزنم که بزنم؟ نه 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 خوبه 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 موضوع بعدمون موضوع کودک آزاریه. خوب موضوعی میشه. خوب که کودک نیست بابا جون من. این از بابا بزرگی من بزرگتره. چی داری میگی کودک؟ منو چه پسرم بیا بغل بابا بده بریم خونه واسه قاقالی بخرم. واقعا باید منو منوچ هر چی آدم چی نمیگه سو استفاده میکنه. برو گم شو ببینم. بیا بغل بابا. ببخشید آقای کارسی اجازه هست؟ بفرمایید. من یعنی من با خانم سردبیر و خانم شما یه قراری دارم. میشه برم؟ باش میکنم بفهمید. ولی ببخشید فضولی میکنم خانم بنده کجا میده؟ به شما و خانم ایشون من دخالتی تو کارشون نمیکنم. ولی خانم من کجا؟ نه خواهش میکنم بیمارستان. بیمارستان؟ خیر انشالله چیز نه همه دیدن کسی وجیه خانم.
چی؟ وجیه ببینم خانم، این وجیه خانم دختر نداره. چطور؟ بابا یه جوونی رنا، اهل کار، اهل ادب، خوش برخورد، خوشدل، سرگرمی کننده، همه جوره. خب با ما یه وصلت زندگی کنیم، با هم فامیل بشیم. همه اتفاقا گوش بده من، اتفاقا انگ این منوچهره چیه من؟ ببینم همه که کلفت اکرم خانم اینا بود دیگه. بله بالایش از پنج داره اون انگ توه. آره کلفت اکرم خانم اینا؟ نه بیشتر داره. بیشترش از پنج داره؟ مبارکه آمانوچه، مبارکه. انگ توه منوچه، دخترشو میخواد چه کار کنی؟ ما رو باش، رفتیم اونجا، ضربه خوردی، دماغامون پکیده، خونی، مالی، اومدیم افتادیم این گوشه، از درد داریم میمیریم. اون وقت این آقا منوچهر، آدم دوست و دشمنشو اینجا میشناسه دیگه. این آقا منوچهر به فکر وصلت فرخنده و این ظرفاست. اتفاقا منم خیلی ناراحت شدم این حرف زدی آقا منوچهر. زشت شما دارید اینجا کار میکنید. شاعر گفته تو که نامد نشاید نهنگ آدمی. همین یه دست لباس نینشان آدمی. خب خیلی وجه خانم رو دوست داره. بله دیدی میگفتش که من خیلی اصرار کردم که دماغشو عمل نکنم، موفق نشدم. خدا شانس بده، صد بار از من پرسید مگه دماغش چی اشکالی داشت. هیچی، میخواستم بگم هیچی، خیلی هم قشنگ بود. بله اون وقت فرید و آقای کاوسی چیا که راجع به دماغ شما نگفتن واقعا؟ اون وقت دماغ این دوتا کجا، دماغ شوهر وجیهه کجا؟ دیدین؟ بله. مامان میگم وقتی فرید به من گفت دماغ تو خرج داره اصلا هم شوخی نداشت، هم توهین‌آمیز گفت هم تحقیرآمیز. میدونستم من بچه خودم رو خوب میشناسم، خواهرزاده خودم هم خوب میشناسم، این کابوسیرم که دیگه شناختم. سب کن براشون یه آشی میپزم که یه وجب روش روغم وایساده باشه. حال نگاه کن. نه دیگه اینجوری نگو، آدم میترسه. نه منم اصلا از اینکه همش نقش همسر فداکارو بازی کنم خسته شدم. این فریدا اصلا محاسن آدمو نمیبینه، اون وقت همش عیبای منو جار میزنه. میگم او چقدر زندگی خانوادگی سخته. من که اصلا حاضر نیستم با این شرایط ازدواج کنم، اصلا به نظرم آدم ازدواج نکنه بهتره. آره نه بابا این حرفا چی میزنی، همه که اینطوری نیستن که. خلایق جونم هر چه لایق، ما هر چی کردیم خودمون کردیم که اینجوری شده، اما جلو ضرر رو همیشه میشه گرفت. سب کن ببین آقا، ولی عجب گزارشی بود، خوب گزارشی بود. میدونی چقدر تیراژ هفته نامه رو برد بالا، چقدر آگاهی گرفتیم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. بله. ببین فری جان، روزنامه نگار باید شم روزنامه نگاری داشته باشه. بله آقا. بو بکشه بره دنبال داغ‌ترین سوژه روز. بله توجه نکردی چی گفتم؟ بره دنبال چی؟ داغ‌ترین سوژه روز. باریکلا بگم فرید. بله آقا. خالت میشه که یه مقداری از ما دلخور شده. نه آقا. بله. میگه نه بابا تلفن امروز به ما نزده. میگم کیون ورسشان الهام، ببخشت آقا من واقعا معذرت میخوام، اساس الهام به من زنگ نزده. اون دیگه چرا؟ بلا به خاطر دماغ و اینجور صحبت ها دیگه. ای بابا تو هم؟ مگه شما؟ آره دیگه ما مزروز سادگی یه سری تذکرات منباب دماغ خدمت عیال محترم دادیم که مثل این که همچین زیاد بهشون مقبول نیفتاده، مقبول واقع نیفتاده و باعث کدورت خاطر خطیرشون هم شده تازه. نه آبا آقا من یه نقشه کشیدم. چه نقشه؟ امروز دیر میریم خونه تا با اون دعوا نکنه. خوبه؟ بچه نشی؟
من را جلو پاد میذارم با اغلبا با لبات بازی کنه. نه با را بلدم من که را نیست که. جدی میگی؟ بچه مورد آسفالتو بل میکنی از تو خاکی میخوایی بری؟ تو خدا یاد بید آقای کابوسی. من را یادت میدم الهامش من دوام میکنه قطاب قطاب بچه خیال میکنی دفعه اول ماست. من را بلدم من را بلدم چا بلدم یه نشد اون یکی یادت میدم. من که دیگه باهاش حرف نمیزنم تا بفهمه یه من ماست چقدر کره. منم همینطور. من چی؟ من باشون حرف بزنم؟ بزن نصری بود من بدم بزن بزنم. با سلام و تقدیم به دو الهام بخش دو روزنامه نگار. سلام فرید. الهام منتظرته. خونه منتظرته. اینا برای چیه؟ اینا؟ اینا روشنه واسه چیه؟ برای اینه که من و فرید مخصوصاً راجع به چیزایی به شما گفتیم و از عکس العملاتون کلی استفاده کردیم و چه مطالبی که ننوشتیم. عالی شد. عالی آقا. عالی. عالی آقا. راست میگی؟ بله. شما روزنامه نگارا چه کارهایی بلدین بکنین و چقدر فیلم بازی میکنین. اینه دیگه روزنامه نگاریم دیگه. راستی بچی بشه. فرید بدو. الهام یه خبر مهمی رو میخواد بهت. چه خبری؟ تو برو میفهمی. خیره؟ خیر. میگم خانم چه موفقیتی. میگم چه موفقیتی. به همه رو ما مدیون جناب عالی هست. الهام خانم خاله میگفت خوب خبرهایی داری. خوب خوب الهام خانمی هستی. بگو خبر خوب چیه. بفرمایید. خبر خوب دارم فرید. فردا میخوام برم دماغمو عمل کنم. پول بده زود باش. پول؟ بله. برای چی؟ خب برای عمل دماغم. چی گفته تو دماغ تو عمل کنی؟ فرید تو خودت گفتی دماغ چاقه قوز داره باید عمل کنی. بابا پول بده. من شوخی کردم باهات. من تو رو همین جوری که هستی میخوامت. من نمیخوام دماغ تو عوض کنی. تو مگه نگفتی صورتت عیب داره دماغت خرج داره؟ بله راست. بابا من آقا جان من اشتباه کردم. اصلا دماغ من عیب داره. الهام من تمام اعضای صورتم باید جراحی پلاستیک بشه. خوبه؟ نه من میخوام دماغم کوچولوی سر بالا بشه. زود باش پول بده. ببین دماغ منم کوچولوی سر بالا بشه اتفاقی نیفته. تو میخوای دماغت کوچولوی سر بالا کنی که چی بشه؟ الهام من غلط کردم. بس کن تو رو خدا. چی کردی؟ غلط کردم. چی؟ غلط کردم. ای الله من غلط کردم. همین شد. بله مامان. بله. بله خاله بیای تو. بله آقای کابوسی بفرمایید. بیای تو. شما هم از آن خواهی می کنم. خوش بریم. زن روی زمین از